پس در رد هالند به سینه باشگاه های انگلیسی فقط رئال مادرید. روزی پرگل و 301مین گل بنزما برای رئال مادرید. گرانادا 1 بارسلونا 1 اخراج گاوی بلای جان جاوی. فرناندز جدیدترین گزینه مد نظر بارسا. قطر هم ناامید شد، باید جدای امباپه را پذیرفت. آنچلوتی روی کاغذ پیروز ال کلاسیکو هستیم و باید در زمین هم ثابت کنیم. با درود و سلام های مجدد، امیدوارم در هر جایی که هستید صحتمند باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. بزرگترین حمایت شما عزیزان از ما لایک این ویدیو هست، پس لطفاً اون را از ما دریغ نکنید. در صورت رضایت تب می توانید سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما را هم دریافت کنید. بارسلونا در آخرین دقایق بازی پیروزی را با تساوی بدل کرد. گرانادا و بارسلونا در چارچوب بازی های هفته 20 فصل 2021-22 لالیگا به مسافه هم رفتند که در نهایت بازی با نتیجه 1-1 به پایان رسید. اریک گارسیا در دقیقه 54 دچار مصدومیت شد و جای خود را به کلمن لانگلی داد. گاوی در دقیقه 80 با دریافت کارت زرد دوم اخراج شد تا بارسلونا در 10 دقیقه آخر بازی 10 نفره باشد. تا گل بارسلونا در این بازی توسط لوک دی یونگ به ثمر رسید. دنیل ویز با سانترالی توپ را برای لوک دی یونگ به داخل محوطه فرستاد و این مهاجم هلندی با ضربه سر دقیق دروازه گرانادا را باز کرد و تا گل گرانادا هم توسط آنتونیو پورتاس در دقیقه 89 به ثمر رسید. و همچنین در حساس‌ترین بازی از بوندسلیگای آلمان بوروسیا دورتموند کامبک برزش بازگشت به کورس قهرمانی زد و توانست اینتراخت فرانکفورت را 3-2 شکست بدهد. و ما چلسی در بازی های جام حذفی انگلیس توانست 5-1 چسترفیلد را شکست بدهد. چلسی مطابق انتظار بر حریف کم آوازه خود بر راحتی غلبه کرد و راهی دور چهارم جام حذفی انگلیس شد. رئال مادرید در سانتیاگو برنابیو میزبان والنسیا بود و در دیدار جذاب و مهیج به برتری پرگل دست یافت. شاگردان آنچلوتی شروع خوبی در این مسابقه نداشتند، اما با گذشت زمان بر اوضاع مسلط شدند و در نیمه دوم کار حریف را تمام کردند تا به اولین برد در سال 2022 دست یابند. از هفته 20 لالیگا اسپانیا رئال مادرید صدرنشین میزبان والنسیا بود. پس از شکست هفته قبل برابر خطافه، کسب پیروزی برابر والنسیا برای سفیدپوشان حیاتی بود. آنها با خوبی از پس این مأموریت برآمدند. خفاشا که در نیمه اول عملکرد قابل قبول داشتند، با آغاز نیمه دوم به طور کامل مغلوب قدرت خط حمله میزبان شدند. درخشش دوباره کریم بنزما و وینیسیوس جونیور نکته مهم این مسابقه بود تا رئال مادرید پیش از آغاز سوپرکاپ اسپانیا روحیه‌ای بهتر از قبل داشته باشد. کریم بنزما با دبل امشب توانست بعد از 301 گل زده برای رئال مادرید برسد. او همچنان در لالیگا نیز با 17 گل زده سرنشین جدول گلزنان هست. وینیسیوس با 14 گل بنزما را تعقیب میکند. جورجینیو: از روزی که با رونالدو آشنا شدم زندگیم تغییر کرد. جورجینیو رودریگز میگوید زندگیش از زمانی که با رونالدو آشنا شده تغییر کرده است. در ادامه انتشار اطلاعات شخصی زندگی جورجینیو رودریگز نامزد رونالدو در قالب مستند نتفلیکس از شرایط زندگیش قبل از آشنایی با کریس گفت. این مدل 27 ساله در مورد زندگی ابتدایی خود گفت: ورود من به مادرید وحشتناک بود. من به دنبال آپارتمانی ارزان بودم که ماهیانه 250 پوند کرایه شود و در نهایت یک آپارتمانی که شبیه انباری بود نصیبم شد. در تابستان گرم و زمستان هم سرد. روزی که با کریستیانو رونالدو آشنا شدم زندگیم تغییر کرد. مستند سای جورجینیو قرار است در تاریخ 27 جنوری در نتفلیکس منتشر شود. پوستر این مستند به زمان اشاره می کند که به عنوان دستیار دکان در خیابان معروف سرونا مادرید به عنوان فروشنده کیف دستی کار می کرد. گزارش شده است که یک از اهداف بارسلونا در نقل و انتقالات تابستانی برونو فرناندز هافبک پرتغالی منچستر یونایتد است. با نقل از منابع انگلیسی، اگر بارسلونا نتواند هالند را بخرد به سراغ خرید ستاره پرتغالی شیاطین سرخ می‌رود. برونو دو سال پیش به منچستر یونایتد ملحق شد که در ترکیب شیاطین سرخ با 45 گل و 34 پاس گل در 105 بازی آمار خوبی داشته است. هافبک 27 ساله البته در فتره جاری نتواند درخشش کافی را داشته باشد و مورد انتقاد قرار گرفته است. برونو در فتره جاری فقط 5 گل زده و 9 پاس گل داده است. در زمان شروع لیگ انگلیس در 16 بازی فقط 2 گل به ثبت رسانده است.
باید در زمین هم ثابت کنیم. سرمربی ایتالوی رئال معتقد است چانس اول پیروزی بر بارسا در نیمه نهایی سوپر کپ هستند، ولی این اهمیتی ندارد. رئال مادرید امشب با دبل کریم بنزما و وینیسیوس توانست 4-1 از صد والنسیا بگذرد. رئال اکنون باید به جده عربستان برود تا در نیمه نهایی سوپر کپ برابر بارسلونا قرار بگیرد. آنچلوتی در نشست خبری پس از بازی گفت: این یک بازی کامل و خوب از جانب ما بود و شایسته پیروزی بودیم. از همه بازیکنانم هم رضایت دارم و حالا باید خود را برای بازی با بارسا آماده کنیم. توییت جنجالی والنسیا پس از پنالتی روی کاسمیرو مبنی بر ادامه دزدی های رئال. صحنه پنالتی را ندیدم و نمیتوانم الان چیزی بگویم. افزایش فاصله در صدر و مساف با بارسا در سوپر کپ. درست است که فاصله با بارسا 17 امتیاز شده است، ولی بارسا تحت هر شرایط رقیب ماست. به همین دلیل بازی با این تیم ال کلاسیکو نام دارد. ال کلاسیکو همیشه حساس و جذاب است و شاید روی کاغذ ما چانس اول برد باشیم، ولی باید این را در زمین هم نشان دهیم. منچستر یونایتد در انتظار پوچتینو است، ادعای مارکا. آینده سرمربی فرانسوی و آرژانتینی به هم گره خورده است. مروج پوچتینو گزینه مورد علاقه سران منچستر یونایتد برای فصل آینده است. به نقل از خود فلیکس دیوز، خبرنگار مارکا نمکت پی‌اس‌جی دستخوش تغییرات می شود. سران باشگاه و مخصوصا مدیر ورزشی لئوناردو معتقدند که زیندن زیدان باید جایگزینی برای آینده باشد، اما نه فوری، اتفاقی که شاید در ماه جون و در پایان فصل جاری رخ دهد. زیدان پیش از این نامش پیرامون نمکت پاریسی ها شنیده شده بود، اما این سرمربی فرانسوی آن زمان معتقد بود که هنوز زمان آن فرا نرسیده که ذات پاریس سن ژرمن را در دست بگیرد، آن هم با وجود پروژه پرپیچ و خمی همچون پروژه‌ای که ناصر الخلیفی و دوستانش در سر دارند. اما شواهد اما حاکی از این هستند که پوچتینو تا پایان فصل سرمربی پاریس سن ژرمن خواهد بود. حداقل این ایده است که تا این لحظه و یک ماه پیش از تقابل با رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپای باشگاه پاریسی وجود دارد. سرمربی آرژانتینی میداند که منچستر یونایتد انتظار او را میکشد. تیمی که دعوت آن را تا چند ماه آینده رالف رانگنیک بر عهده دارد و در تابستان بعد دنبال آوردن یک سرمربی دائمی است. منچستر یونایتد میخواهد پوچتینو را به عنوان سرمربی خود در فصل آینده منصوب کند. ستاره نروژی نمیخواهد به اولترافورد برود. به نظر میرسد درلینگ هالند ستاره بروسیا دورتموند تصمیم قطعی خود برای فصل آینده را گرفته است. هالند در دو فصل اخیر خودش را به عنوان یکی از بهترین مهاجمان دنیای فوتبال مطرح کرده است. درخشش این بازیکن در ترکیب دورتموند باعث شده که بسیار از باشگاه‌های اروپایی به صورت جدی به دنبال جذب این بازیکن باشند. مینورایلا چند هفته قبل مدعی شده بود که رئال مادرید، بارسلونا، منچستر سیتی و بایرن مونیخ بیشترین چانس را در بین بقیه تیم‌ها برای به خدمت گرفتن هالند دارند. این در حال است که ملی پوش نروژی در پاسخ به سوال طرفدارانش درباره تیم آینده خود گفته بود که قصد دارد سال آینده در اسپانیا به میدان برود. حالا روزنامه انگلیسی میرور روی جلد اولش مدعی شده که این بازیکن نروژی پیشنهاد منچستر یونایتد را رد کرده و انتخاب آینده او به طور قطعی رئال مادرید خواهد بود. همین موضوع باعث شده که یونایتد از رقابت برای جذب این بازیکن کنارگیری کند و در فکر ارائه پیشنهاد دیگری برای این بازیکن نباشد، چون بازیکن شماره 9 دورتموند تصمیمش را برای بازی با پیراهن رئال مادرید گرفته است. رئال مادرید قصد دارد هالند و امباپه را در کنار هم به خدمت بگیرد. پیش از این خاویر تباس رئیس لالیگا گفته بود که باشگاه رئال مادرید توانایی مالی کافی برای جذب هالند را دارد، اما شرایط مالی بارسلونا به شکلی نیست که بتواند برای به خدمت گرفتن این ستاره جوان اقدام کند. قهرمان اتومبیل رانی قطر و از خاندان سلطنتی این کشور اعتراف کرد که کیلیان امباپه از پی‌اس‌جی رفته نیست. کیلیان امباپه رویای دیرینه رئال مادرید هست، رویایی که قرار بود تابستان محقق شود، ولی پی‌اس‌جی حاضر نشد به هیچ کدام از دو پیشنهاد هنگفت رئالی ها پاسخ مثبت بدهد. ناصر خلیفی مدیر پی‌اس‌جی تاکید داشت که قادر به تمدید با امباپه هستند و روی او برای طولانی مدت حساب میکنند. اینک به زمستان 2022 رسیده ایم بدون اینکه امباپه با پاریسی ها تمدید کند. و حالا بدون هیچ مشکلی میتواند با رئال مادرید پای میز مذاکره بنشیند، اما اخیرا تاکید کرد که نیم فصل دوم را نیز در پاریس خواهد ماند. طبق دیل چرینگ تایم با پی پس از بازی برگشت با رئال در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان خبر جداییش را در پایان فصل رسما اعلام خواهد کرد، اما از رئال نامی نخواهد برد، هرچند که توافق او با کاکاشانی ها نهایی شده و تنها امضای نهایی باقی مانده است. حالتی قهرمان رالی در این رابطه گفت: زمانی که یک بازیکن برای رفتن اصرار میکند و دیگر تمایلی برای ماندن در باشگاهش ندارد، حفظ او کار بسیار سختی خواهد بود. شرایط فعلی امباپه چنین هست و باید جدایی را در پایان فصل قبول کرد.